سلام هموطنان عزیز و ارجمندم، ایرانیان عزیز، هر کجای این کره خاکی که هستید، اینجا ورزشگاه بزرگ آزادی تهران هست. هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر قراره با یه دیدار حساس به پایان برسه. دیدار سنتی و آبی و قرمزها، حساسیت جدولی هم بهش اضافه شده. سید وحید کاظمی، داور 40 ساله قائم شهری، از این لحظه در سوت خودش میدمه، بازی رو آغاز میکنه. ببینیم که با این توپ چه کار خواهند کرد. میفرستن روی دروازه بلانکو، سر اول رو میزنه و توپ اول رو دشت میکنه. اولین حرکت رو، اولین چراغ بازی رو شاید استقلال روشن کرد با این ارسال و ضربه سر. یه بار دیگه از سمت چپ پرفشار و پرتعداد، استقلالی ها میفرستن توپ رو روی دروازه. لوبره در اختیار پرسپولیس قرار بگیره، حالا فرصت برای قرمز پوشان پایتخت، میفرسته روی دروازه و سید حسین حسینی قراره بزنه. توپ رو مستقیما میزنه، به دفاع برخورد میکنه، گورگومیو محکم تر زد اما به کنار دروازه. 27 گل پرسپولیس، 26 تا استقلال. یه حرکت برای تیم استقلال پشت محوطه جریمه، یه شوت که میخوره به مدافعین، برمیگردونن. حالا موقعیت هست، عیسی آل کثیر، نسبتا پرتعداد پرسپولیسیا، خود آل کثیر در عرض و توپ لو میره. بنا بازی میکردن اما دی نواخر نه، امید آلیشا توپ رو میفرسته رو دروازه، خطرناک بود. حالا اورونوف فضا داره، خود اورونوف برمیگردونه توپو، رافائل سیلوا، متعاقبش گوستاو بلانکو، اونا دوباره توپ رو لو دادن. بازم پرسپولیس یه لحظه ترابی پاسو میکاره و میده و از اون سمت توپ به کورنر میره. ببینیم که تصمیم چه خواهد بود. آقای مهد بنیادی فر که الان تو اتاق بی آر حضور داره، بازی رفت یه پنالتی رو در واقع پایانی اینجوری اعلام کرد. یه بار دیگه ببینیم، رافائل سیلوا یه لحظه از پشت سلاحن خراب شد روی عیسی آل کثیر. ببینیم که نظر داور چیست، داره صحبت میکنه، روز به چشمی به خودش و بچه ها دلداری میده، بچه هاشون میگه که نه نیست، اتفاقی افتاد، نمیشه گفت که نیفتاد، نمیدونم، ولی وی آر میگه نیفتاد. پشت محمد جریمه فرصت برای شوت زنی دارند، عبدالکریم حسن، اورونوف ترجیح میده که سوتو بدم، هرچند که پرسپولیس صاحب توپ بودن و خطا رو روی اورونوف اعلام بکنه. همین شماره 70 ازبک سوت، البته در واقع آرش رضاوند خطا رو مرتکب شد. داشتم عرض میکردم که ببخشید، ما شریفوف مرتکب خطا شد. خدا آل کثیر میزنه به کجا؟ به فضای بالای دروازه و خیال استقلالی ها رو راحت میکنه و تا به اینجا هم صدرنشین بوده تیمش. یه برگشت، فرصت برای شوت زنی، اورونوف زد و این بار مشت کرد. حسین حسینی یه اشتباه، باسم پرسپولیس در موقعیت تهاجمی قرار گرفته، این اورونوف بود، برگشت ضربه رو زد، توپ رو بلند میفرسته به روی دروازه، مشت دروازه‌بان و سر فرشاد فرجی، هر دو با هم به توپ رسیدن. ببینیم چی شد. ترابی توپ رو ارسال کرد، فرجی به دنبال توپ بود، همزمان سیبا بلانکو هستن برای ضربات سر، بلند میفرستن تو شلوغی جلوی دروازه و ببینیم تصمیم داور چیست. از دروازه‌بان حمایت کرده، سوتش رو هم به صدا در آورده، بازی متوقف شده. ببینیم چی شد. آقای وحید کاظمی در سوت خودش دمید و بازی رو متوقف کرد. استان اورونوف، سعدالله زاده از تاجیکستان داره اول وی ای آر هست. این خطای امید حامدی فر، یه لحظه از زیر پای رضاوند رها شد، میفرسته توپ رو به روی دروازه، از سر همه عبور کرد و توپ به بیرون رفت. ماشاریپوف میرسه، میکاره برای جلالی، میفرستن روی دروازه، سر رو تا کجا پایین آورد گوستاو بلانکو، شیرجه رفته بود برای زدن ضربه.
یه کاری بکنن که دیگه این دفعه مشکلی پیش نیاد. فرصت برای پرسپولیس رسید در محوطه جریمه، ترابی میفرسته با پا برمیگردونه حسینی، توپ رو گرفتن، امید عالی شاه اومد توپ رو رسوند به ترابی، لب خط حرکت کرد حسینی با پا نذاشت تو زاویه بسته غافلگیر بشه. فروش رفیعی مترصد ضربه کورنر، بلند به روی دروازه، سر اول یه شوت، چارچوب نیست اما کورنر، امید آلیشا یه کورنر رو گرفته، مقابل دروازه پرسپولیس رو هم داره سروش رفیعی. خب داور که میبینه که باران بطری ها اون سمت داره میاد، تا این لحظه خوب پیش رفتن هواداران دو تیم، کاش که حوصله بکنند. و حالا مهدی پور میره و درخواست میکنه که اونور استقلالی ها بطری پرتاب نکنن تو زمین برای کورنری که پرسپولیس میخواد بزنه. آقای روشنک هم ناظر بازی هست، آقای وحید کاظمی میاد مشورت میگیره. آلی شاه، رفیعی گلر ذخیره‌شون که بازی کرد، اینجا ببینیم که حالا گوستاو بلانکو چی کار میکنه. یه فرصت هست، خودش رو رسون در محوطه جریمه و انداخت. خدایی چه اتفاقی رخ نداد. خود ترابی، مهدی ترابی صاحب توپه، لب خط وحید امیری میفرسته رو سر دانیال اسماعیلی فر و توپی که به بیرون میره، ترجیح میده که مسیرش رو عوض بکنه. حالا میفرسته توپ رو جلالی به روی دروازه، یه سر بلانکو برمیگرده، توپ فقط به سرش خورد و به بیرون رفتن. این بلانکو یک و دور انجام میده، صالح هردانی به دنبال توپ، یه دست کافی بود که محمد خداوندلو نقش بر زمین بشه. ای بابا، این سمت هم کمک داور مصدوم شد، یکی از اون بطری های سنگین آب به پشت آقای حسن انتظاری برخورد کرد. در واقع از اسفند ماه 96 به این سمت، در حالی که جواد نکونام با افشین پیروانی کنار زمین ظاهرا یاد خاطرات گذشته رو دارن زنده می کنند، همچنان این روند ادامه داره. در روند بازی نیمه اول هم عرض کردم دو بار در ضربات پنالتی دفعش ناقص بود. سعید صادقی یه شوت از راه دور، بالاخره برای یه لحظه گزارشگر بهانه‌ای پیدا کرد صداشو یه ذره بالا ببره. عبدالکریم حسن دیوار دفاعی سه نفره میزنه و کجا، اما فاصله سه امتیازی استقلال با پرسپولیس در صدر جدول حفظ میشه.